به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 1 خوش آمدید. من خالد آمری هستم. وزارت امور داخله در خبرنامه گفته است که پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه ولایت نیمروز 4 تن را به اتهام قاچاق 800 کیلوگرم شیشه، 48 کیلوگرم هروئین، 31 کیلوگرم چرس و 20 کیلوگرم تریاک از ولسوالی چهاربرجک این ولایت بازداشت نمودند. در خبرنامه این وزارت آمده که نیروهای امنیتی ولایت پروان نیز 2 تن را به اتهام قاچاق 19 کیلوگرم چرس در ولسوالی سالنگ این ولایت بازداشت کرده. مسئولان ریاست عمومی اداری امور می گوید که برنامه آموزشی در روزه توسعه مهارت‌های رهبری و مدیریتی کارکنان وزارت‌ها و نهادهای امارتی از سوی انستیتوت خدمات ملکی، اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز شده است. بر بنیاد گفته‌های مسئولان این ریاست، در این برنامه آموزشی 120 کارمند از 14 وزارت و اداره امارتی در بخش مهارت‌های رهبری و مدیریتی آموزش می‌بینند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان را تا 1 سال دیگر تمدید کرد. این سازمان حقوق بشری از آقای بنت خواسته است که گزارش را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان برای 58مین نشست شورای حقوق بشر تهیه کند. این در حالی است که امارت اسلامی ورود ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده و گفته بودند که او از وضعیت افغانستان تفسیر نادرست به جهان ارائه کرده است. در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه ایالت خیبر پختونخوا به سوی اعضای جرگه قومی تحفظ پشتونها 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. این در حالی است که پاکستان چند روز پیش فعالیت تحفظ پشتونها را غیر قانونی اعلام کرد، اما منظور پشتون رهبری این جنبش در یک نوار دیداری گفته که به هر شکلی که باشد فردا جرگه قومی را برگزار خواهد کرد. وزارت دفاع امارت اسلامی در خبرنامه گفته است که بر بنیاد گزارش‌های کشفی نیروهای استخباراتی قول اردوی 201 خالد بن ولید، یک ذخیره بزرگ جنگ افزار و مهمات در مربوطات ولسوالی کامدیش ولایت نورستان کشف و ضبط شده است. بر بنیاد این خبرنامه در این ذخیره‌گاه 6 میل سلاح سنگین، 10 میل کلاشینکوف و برخی از تجهیزات نظامی مشمول 10 هزار گلوله به دست آمده است. کوثر علی زاهدی، اتشه تجارتی سفارت پاکستان و سرکنسول این کشور در ولایت هرات، با مولانا اسلامجار ولی این ولایت دیدار کرده و گفته است که تعرفه گمرکی بر واردات میوه‌ها و سبزیجات افغانستان از جمله انار، انگور، شفتالو و بادمجان رومی در پاکستان به صفر رسیده است. ولی هرات این عمل پاکستان را گام مهم در گسترش روابط تجارتی میان دو کشور گفته است و از همکاری همه‌جانبه امارت اسلامی در بخش تجارت با پاکستان به آنان اطمینان داده است. نانسی فایزر، وزیر داخلی آلمان، در یک نشست پارلمانی این کشور از پروازهای بیشتر اخراج پناهجویان متهم به افغانستان خبر داده و افزوده است که ایالت‌های فدرال در حال آماده کردن فهرست‌های جدید از مهاجران متهمند که بر بنیاد آن اخراج دیگر به افغانستان صورت خواهد گرفت. این در حالی است که چند ماه پیش وزارت داخلی این کشور 28 پناهجوی متهم افغانستان را برای نخستین بار پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی به کابل بازگردانده بودند. سپاسگزارم از توجهتان. وقتتان بخیر.